درود با 180 ثانیه جمعه 5 مهر ماه همراه ما باشید. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در توییتر نوشت که ایران از من خواست که برای ملاقات تحریم‌ها برداشته شود. البته که من گفتم نه. حسن روحانی نیز پس از بازگشت از نیویورک گفت که دولت آمریکا برای مذاکره دو جانبه بین او و دونالد ترامپ همتای آمریکاییش پیغام داده و حتی وعده برداشتن تحریم‌ها را هم داده بود. گزارش سایت خبری هیل میگوید کنگره آمریکا طی جلسه‌ای در جریان اطلاعات محرمانه از حمله ایران به تأسیسات نفتی عربستان سعودی قرار گرفته است. سفیر ایران در عراق اظهار کرد اگر ایران مورد حمله قرار گیرد متقابلا به نیروهای آمریکایی مستقر در عراق حمله خواهد کرد. وزارت دفاع عراق امروز در واکنشی ضمن مردود دانستن این ادعا اعلام کرد ما اجازه نخواهیم داد کشورمان به میدانی برای درگیری طرفهای متنازع تبدیل شود. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه در اظهاراتی گفته است که آنکارا به رغم تحریم‌های ایالات متحده آمریکا علیه ایران به خرید نفت و گاز طبیعی از این کشور ادامه خواهد داد. روزنامه بریتانیایی گاردین امروز جمعه در گزارشی به نقل از منابع خود خبر داد اتحادیه اروپا در هفته جاری در مورد خروج خود از برجام به جمهوری اسلامی هشدار داده که گامی دیگر از طرف ایران برای خروج از برجام این اتحادیه را وادار به کنارگیری از توافق اتمی خواهد کرد. در واکنش به تحریم‌های تازه آمریکا علیه چین و روسیه، وزارت خارجه ایران امروز جمعه سیاست تحریم از سوی ایالات متحده را عاملی علیه امنیت تجارت بین الملل توصیف کرد. وزارت خزانه‌داری آمریکا روز چهارشنبه 3 مهر ماه 5 شخص حقیقی و 6 شخص حقوقی چینی را به خاطر واردات نفت از ایران تحریم کرد. محمود عباس رئیس دولت خودگردان فلسطین در نطق خود در مجمع عمومی سازمان ملل اخطار داد اگر اسرائیل طبق برنامه بنیامین نتانیاهو نخست وزیر این کشور بخواهد بخش‌های کلیدی کرانه باختری را به خاک خود ملحق کند فلسطین همه توافقات خود با اسرائیل را لغو خواهد کرد. مقامات رسمی در برزیل در حال تحقیق برای یافتن منشأ چندین لکه نفتی هستند که در طول سواحل شمال شرق این کشور پیدا شده است. سازمان محیط زیست برزیل میگوید که بررسی‌ها نشان می‌دهد که نفت پیدا شده از نوعی نیست که در برزیل تولید می‌شود. تاکنون جسد 6 لاک پشت و 1 مرغ دریایی نیز پیدا شده است.